ببینم یه سوال، چون النام الان چیز مشاور املاک کار میکنه دیگه، درسته؟ تو خرجه خونه کمک میکنه، پنجه پنجه یا توی فقط ببین میخوام ببینم اگه داره کمک میکنه، اینکه تو داری نظر میدی فقط و نظرت غالبه، چه جوری داری هندلش میکنی؟ کمک میکنه که هر چی پول میگیره رو 100% من میگیرم، 50-50 نیست. آره من از این میگم، یه مرتری تک هر چی پول در بیاره میاد تو حساب من، اصلا حساب خوش نمیره. آن پول در میاره بعد دور میاد تو میگیره. آره پول در میاره، پول میاد تو حساب من، بعد میاد آخر ماه میگه اینقدر پول لازم داری میکنی. چجوری اینو از اول کردی؟ اینو به ما یاد بده تو رو خود. بخدا همینجا من همین اینجا میگه من. ببین سوهل دختره میاد تو زندگیت اینجا، بعد مثلا خرج خارمادر میکنی، همه چی هم واسهش میگیری، کونه تو پاره میکنه. تو الان اونجا میره کار میکنه، پولو میرزه تو بسارت، بعد به تو التماس کنی پولو نمیخوام برم یه چیزی بگیرم دهنت. سوهل میگم نه، میگوشی تازه لباس خرید چقدره؟ چه منطقیه واقعا سوهل اقتصادی. That's what I want to show. الان الان اومد خونه، از بیرون اومده. ببین بیا کامیه بخواه بخواه ببین ببین زن یعنی این، نگاش کن. باید به دست تو لو ببین گل از سرپاش داری میریزه، شعر اسکی پوشیده تو تابستون که آب نپاشه روش. ببین you gotta work faster. هم بلدی آجی، قلق و بلدی سوهل، تو قلق و بلدی، تو رفتاری گول میزنی، این زرنگیت احساس میکنم. خب یاد گرفتم دیگه، یکی باید یکی رو کنترل کنه. خب یکی باید یکی رو کنترل کنه، یعنی اصلا این داستان نداره که با هم مساوی باشیم و با هم بسازیم و کارتون والدیزنی نیستش. زندگی واقعی با یه دونه مثلا با یه تمساح بخوای زندگی کنی، تو میتونی نرمال باشی؟ هیچ وقت. همیشه باید حواست باشه یه روز گشنه باشه گازت گرفته، ولی اگه هر روز بهش غذا بدی بغلت یه تمساح کسی نره به نزدیکشه. ایوه تمساح از زن میترسه. یه ببین آره یه دونه ویدیو هم دیدم آخری دمپایشه برمیداره، دیدی اون ویدیو رو؟ کدونه؟ یه ویدیو وایرال شده، میاد سمت یه زن دمپایشه برمیداره تمساح دقیقا حرف تو بود. من چیزی که فهمیدم اینه که چیزایی که خودم اگه بخوام مثلا پوینت اصلیشو بگم، یکی اینه که باید بهشون احترام بذاری و نباید لوسشون کنی، باید بهشون برسی و نباید لیلی بلالاشون بذاری، باید هر چند خبار بهشون گیر بدی. اصلا این یکی از رسماشه، حالا چرا خودت خانم بفهم، من نمیفهمم چرا. اگه دو هفته همه چی خوب باشه مشکله، ولی اگه مثلا دو هفته مثلا همه چی خوب باشه، یا میام خونه میگم چرا پله ها رو جارو نکردی، بعد مثلا میگه چهار روز پیش کردم، میگم خب یعنی چی؟ میگه تعویل است اینجا، بعد بالا همیشه جارو میکنه و تموم میشه. ولی اگه این کار نکنم هفته بعد خوشحال نیست، چرا من نمیفهمم. من احساس دیوانگی میکنم که این کارو میکنم. آره. ولی دیگه این منطقی که به ما یاد دادن تجربی. آره یه قلقای خاصی دارم. و مهمترین چیز که خیلی عوض کردم از رابطه های قبلیم، چیزی که میاد تو مغزم و 100% میگم بهشم شک ندارم. مثلا قبلا میگم اگه میومدم خونه بعد 10 ساعت مثلا رفتم بیرون کار میکردم، میدید جنس اومده رفتم ورشم 3 تن جوهر خودم لود کردم، خودم خالی کردم، میومدم خونه مثلا غذا درست نکردم، مثلا نشستم مثلا داره چیپس میخوره و تلویزیون نگاه میکنه، بعد میگفتم که غذا چی داریم، نمیدونم فکر کنم سوشی بگیریم، بعد گفتم خب من امروز 10 ساعت خونه نبودم، تو یه دور دلت نسوخت مثلا بگین بدبخت بیرونه من یه غذا واسش بگیرم، اونو که هیچی نه منتظری من میام خونه تو جیب منم دوباره بزنی، یعنی میخوای من میام ازت نگهداری هم بکنم تازه. بعد قبلا میگفتم اوکی دیگه، من که امروز مثلا 10000 دلار پول درآوردم، حالا اوکی منم اگه دوست بخوام 10000 دلار پول در میورد، میگفتم 100 دلار پول سوشی بده که من کار نکنم. الان اون کار دیگه نمیکنم، الان میام خونه 100000 دلارم درآورده شما میگم غذا کو، بعد میگه سوشی، میگم اگه سوشی خودم میخواستم بیرون میخوردم، اینجوری که نیستم، اونم خونه غذا درست بخوام، یعنی چی غذا نداریم؟ خب الان 11 شبه من خستم بچه مثلا نگم مثلا احساسی آروم. آقا میفهمم عزیزم، حالا امکانش هست یه چیزی نون پنیر من بدی راضیم، اصلا
برنامه‌تو منیج کن. دو تا بچه داری، یه شوهر، به دو تا بچه رسیدی، خوب خوب به شوهر رسیدی، ریدی پاشو همین الان برو پایین. یعنی الان انتظار داری من بلند شم برم پایین تا 11 شب تو آشپزخونه یه سبوس غذا درست کنم؟ نمیفهمید. سوال یه چیزی بهت بگم. ببین این فرهنگ شاید با فرهنگ ایران خب سازگار نیستش. تو این رفتار رو تو ایران دو بار داشته باشید کارت به دادگاه خانواده و خانواده مادری و فلان و اشتباه فکر میکنی. الان بهت قول میدم تمام دخترایی که دارن نگاه میکنن دارن میگن که نه راست میگی سوال، اگه اینجوری باشه ما رو تراست می نیست تو باور کنی. آخه همش دعوا پیش میاد، نمیترسی قهر کنه بخواد بره و اینا؟ اتفاقا اینطوری وسط نمیفتی به ترسی ازش؟ اونایی که ترسیدن قهر کرد رفت چیکار کردن؟ جدا بشه. حالا خب میگم خود جوش جدا بشه دیگه. وقتی جدا شد کدوم داستانو میخوای تعریف کنی؟ میخوای بگی من با ناخمش بیرون درو یا میخوای بگی که من سعی کردم آه هنوزم راضی ام اگه برگرده ولی دیگه نیستش. اینو اندرو تریتی گفتی. نه چون من خیلی نه قشنگه. ببین آخه ببین اینا میخوام یه بچه‌ای که این گوش میدن این یه تیکر رو خواهش میکنم گوش بدین. من کسی هم که زندگی رو فیلمی یاد گرفتم که زن رو باید بذاری رو سرت، زن باید یکی بیاد پاشو بماله، بعد با لنش تو خونه ریلکس یوگا کنه، بعد بریم با هم مسافرت، چمدون تو باید ورداری، زن با فقط اونجا وایسه. من فیلمی زندگی یاد گرفته بودم. خب این یک. یعنی هر کدومتون که توهم دارین که به دختر خیلی میرسین، من دو برابر تو توهمم به دختر میرسیدم تا دختر خوشحال بشه. خب این یک. دو، من تو سن 20 خورده سالگی داشتم ماهی ده ها هزار دلار آمریکایی در میآوردم وقتی کانادا زندگی میکردم. این فقط همون اکسچنج، اون تغییر پول آمریکایی به کانادایی انقدر پول بود که دو برابر حقوق یه مهندس بود تو کانادا، دو برابر حقوق یه مهندس، فقط تفاوت دلار آمریکایی به کانادایی. خود پول اصلا سر جاش بمونه، فقط اکسچنجش، تبادل، هر چی که اسمش از فارسی کارمز، نه کارمز نه، اون که مثلا یه دلار آمریکایی میشه 40000 تومان ایرانی، اون تبدیلش چی اسمش. بعد من مثلا 1000 دلار آمریکایی، مثلا 10 مثلا 20 دلار آمریکایی می آوردم میشد 28000 دلار کانادایی، تفاوتش میشد 8000 دلار. فقط اون 8000 دلارش دو برابر حقوق یه دونه دو تا کارمند بود. یا میدونی چی میگم؟ مثلا این توی لبرم پول در می آوردم برای دوست دخترم کارای میکردم، مثلا برای تولدش ماشین خریدم تو سن مثلا 24 5 سالگی. یه دوستام میگفتن دود یعنی چی تو سن 20 سالگی من برای دوست دخترم عطر خریدم؟ یعنی اصلا قابل مقایسه تو اون سن این کارا رو بتونی بکنی. بعد نمیدونم مثلا کار میکرد، همون اولش که ما دوست شدیم کار میکرد، اینه باس من گفتم کار میکنی چقدر پول در میاری؟ گفت بستگی داره، مثلا من گفتم بیشترین که در میاری چقدر در میاری؟ گفت بیشترین که در میارم 1700 دلاره. گفتم من ماهی 3 تا دلار بهت میدم بشین خونه. خب اینجوری نگهداری میکردم و این پتی رو هنوز ننه هنوز سرویس کردن و من اونجا فهمیدم که این کار نمیکنه. چون تو این نوعی، تو رو نمیگم، تو این نوعی میگی اوکی من اومدم خونه زنم برام غذا درست نکرده چون من براش عطر نخریدم، چون من براش ماشین نخریدم، چون من مسافرت نبردمش، چون من تو حساب پولی ندارم، چون من باید کار کنم واسه پولم، چون من وقت ندارم تو خونه باشم واسه زنم باشم و و و و من هیچ کدوم اینا رو نداشتم. پول داشتم، وقت داشتم، قد بلند، قیافه اوکی، هیکل اوکی، نمیدونم اخلاق باحال، بگو بخن، رفیق باشی با همه، دوست زیاد. واسه همین من آردی میدونستم بالام توی گیم. به دخترم میرسیدم، دختره نه درس خونده بود، نه دختر خفنی بود، نه باهوش بود، نه خانواده پولدار خفنی داشت، نه خانواده باهوش و ادوکیتدی داشت. بابا بیکار توی پمپ بنزین کار میکرد، مامان آرشگر بود. میفهمی چی میگم؟ یعنی مثلا چیز نه دقیقاً در همین این دوستم که 7 سال باهاش دوست بودم اون دارم میگم، میگم مامان آرشگر، بابا تو پمپ بنزین کار میکرد، منم کل خانواده 4 تا آدم یه دونه ماشین شیر میکردن. یعنی آدم خیلی خیلی معمولی رو به پایین. بعد این آدمو بیا اینجوریش برسی، بعد این پتیاره بشه، بعد دعیو دوباره کنه دوباره اونم پتیاره شه. بعد فهمیدم که اوکی دخترا رو وقتی تو رفاه میذاری دوست دارن پتیاره باشن، وقتی تو بهش پول میدی میتونه به عشقش برسه. مثل که مثلا پسرا دوست دارن دخترا رو بزنن، فرض کن، بعد به پسر میگه تو آلتیمیت قدرت رو داری به شما دخترا رو کتک زنن. بعد میگه خب پس بعد پسر نباید آلتیمیت قدرت رو بدیم، چون وقتی میدیم دخترا رو میزنن.
دخترم همین جوریه، وقتی بهشون عشق و اینا میدی شاخ میشن میشن. اون یارو که آره طرف اول فنه، بعد میاد مثلا میبینی یه نازایی میکنه، میگی بابا اصلا این چیزایی که داری میگی تو فکر کنم فقط تو فیلم‌ها دیدی. ببین اصلا حرف خودت رو نگاه کن، تو الان گفتی سوال این فرهنگ ایرانی نیست، من این از فرهنگ ایرانی یاد گرفتم. منظورم میدید چی میگم؟ میگم اینجا این کارو بکنی طرف اونجا درک میکنه، اینجا این کارو بکنی پای خانواده میاد وسط اونو میکشن، نمیدونم کارو این مدلی آره میکنن. آره میفهمم خب فرهنگ ایرانی درسته، ولی باید بکنی دیگه، چون هیچی مهمتر از زنه نیست. آقا یه داستان مثلا تعریف میکنم، مال دیروز پشمات بریزه، یه آقایی اومد اینجا ما رو کمک بکنه خونه رو یه خورده دست بکشیم بهش بیرون خونه رو. اومد یه پسر خیلی خوب و آدم حسابی، شروع کرد با من حرف زدن، گفت آقا من 27 سال کانادام، رفتم یه ایران زن گرفتم، زنم آوردم اینجا، زنم نشسته تو خونه کار نکرده اشغال، از چند سال هم بچه دار شدیم، تا بچه دار شدیم زنم از من طلاق گرفته، الان باید بهش ماهی حقوقم هست ماهی مثلا 5000 دلار، از 5000 دلار باید 3000 دلار بدم به خانومم، بعد دولت هم به خاطر اینکه خانومم شده زن تنها بهش ماهی 1400 میده، هر کدوم از بچه هم بهش ماهی 750 میده، یعنی دولت داره به ماهی 3000 تا میده، منم باید بهش ماهی 2-3 تا بدم، من باید صبح تا شب کار کنم برای 20 سال آینده، از 4000 دلار 1000 دلار واسه خودم بردارم، 1500 دلار واسه خودم بردارم، 2500 رو باید بدم به این خانومه، به علاوه اینکه اون داره یه ستانی از دولت میگیره، یعنی خانومه میشینه تو خونه هیچ کاری نمیکنه، 5500 داره میگیره، مرده بچه‌هاش ازش گرفته، خونه‌اش ازش گرفته، ماشینش ازش گرفته، باید تا 20 سال دیگه 65% حقوقش رو بده به این. چرا؟ چون منطقه نگاه کن. خب بعد دیروز داشتیم با یه رو حرف میزدیم، الانا بهش گفتش که یه درس زندگی یاد گرفتی، درس خوبی یاد گرفتی. گفتم چند سالته؟ گفت 50 سالمه. 3 ماه هم 4 ماه از طلاق گرفتم، یعنی تو 50 سال دیگه اتفاق افتاده. گفتم ببین من چون چوسی و داستان دروغو نیستم، این درس نیست، تو زندگی تو تا آخر عمر دیگه نمیتونی ریلکس بشی، دو تا بچه داری که نمیدونی ببینیشون، دو تا بچه داری که نمیتونی تربیتشون کنی، مثلا اگه مثلا من نبودم تو زندگی، 50 دیگه سنی هم نیست اصلا بخوام بگی تجربه دارم. همون گفتم این تجربه نیست، این ریدی، اولا تو که 27 سال اینجایی واسه چی رفتی از ایران زن بگیری؟ تو نمیفهمی فرهنگتون با هم عوض شده؟ دوما چجوری زن تو کنترل نکردی به که به اینجا برسه؟ آقا یه دوست داشت، دوستش خیلی بد بود. این خیلی حرف درستیه، من تمام دوستای دوستخر قبلیام به غیر از اون 7 سال و نیمی که با هم بودیم، اون خودش آدم بود، یعنی اون اگه یه دوست میگرفت اون دوست رو میفهمی چی میگم، اون خود آدم با هم بود. ولی دومیه یه دوست داشت، من زیرابشو نزدم، بعد دیدم عجب حیوانیه، یعنی مثلا من بهش خوبی کردم و اینا، باز یارو کثافت کاری میکرد فقط رو حسادت. الان یه رفیق اینجوری گرفت، همین یه 2 سال پیش با دختر دوست شد، اومد خونه اینا، من ظرف 2 هفته 3 هفته فهمیدم این دختر از این دختر هست. النا اومد خونه گفت میخوام به دختره بگم بیاد، حالا من مثلا دوستان میان، النا با شورت نشسته، یه زنگ در رو میزنن، در روش 3 تا پسر میان تو، بعد میگه چرا به من نمیگی 10 دقیقه زوده؟ با من دخترم، میخوام یه دونه ماتیش بزنم، فاکین یه صورت همشه اینجوری میکنی با من. میگم من واسه این کار ندارم، خودت باش، دوستای من نیومدن اینجا تو رو دیت کنم، بذار بگن زن سوال کیه، تو راحت باش، من اون برام مهمه. حالا مذارم که من خیلی آدم میارم خونه چپ و راست. بعد النا گفت مثلا فکر کن سالی من 300 نفر آدم میارم خونه، النا 2 و این چیزمون. النا گفت آره میخوام بگم دختره بیاد. گفت نه. گفت چرا نه، کاری نداریم که. گفتم نه آدم من نمیخوام باش باشم. گفت اوکی من برم خونه اون. گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم آقا دوست داری من با یه دوستی که قاتله و هروئین میفروشه هنگت کنم؟ گفت نه. گفتم خیلی خب، پس اینجا میفهمیم که آدم میتونه با رفیقای طرفش به خاطر ضرری که میتونه براش داشته باشن مشکل داشته باشه. من الان همونو اکتیویت دارم میکنم رو دوست تو، نه لازم داره قاتل. چجوری قانعش کردی؟ یعنی
اینو گفتی اوکی داد؟ اوکی داد که گفت خب آخه من دوستم، گفتم با هم تلفن حرف بزن اینا، من نمیخوام تو خونه من بیاد. بعد پاشو که از خونه زدم دختره یواشتم، چون دختره میومد اینجا دو تا علف میزد و یه خورده قضیه ما رو میخورد میرفت، میدونی، حتی لشکره کرد اونجا واسه خودش. من فهمیدم دختر از این کاراکتر است. وقتی من بهش گفتم نمیتونی دیگه بیاد خونه ما، حالا دیگه که چجوری باید با هم بگردن؟ فقط با هم باید برن خونه اون، برن خونه اون، بعد خونهش تمیز باشه، غذا درست کنه واسه النا، دیگه نمیتونه به النا بگه برو بیرون سرویس بده. شروع کرد با النا کمتر هنگ اوت کردن تا وقتی که ما واسه یه ماه و نیم دوبی نزدیم. ما یه ماه و نیم که دوبی نزدیم یا یه ماه دوبی نزدیم، همین امسال جنوری، دختره کل یه ماه به النا یه بار هم زنگ نزد. بعد النا دیگه اینجا شاکی شد، گفت عجب آدمه، تو میدونه من اینقدر برام سخته، بدون زنگ بزنه منو ساپورت کنه، بگی دمت گرم فلان، اصلا یه بارم حساب نکرد. بلکه مثلا بعد دفعه بعد آخر دیدی بهش گفتش که چقدر نامردی و اینا، گفت آخه وقتی آدمو دوبی میزنن اعصاب ندارم، من نمیخواستم مثلا تو بی اعصاب باهات هنگ کنم. این دقیقاً همین گفت، من دوستت نیستم، من فقط واسه فان باهاتم، اگه میخوای با من حرف بزنی که آروم شی من وقت ندارم. فهمیدم که اینو دید، اونم فهمید که اوکی، بس برای همین سهیل از این آدم ورم بود. و آه چقدر سهیل باهوشتره که اینو زودتر دید. و سهیل او بیچاره سعی کرد منو پروتکت کنه، نذاره من این دختره بذاره کنم، ولی من چون خر بودم گذاشتم. نه اینجا این مدلیه که اگه تو میگی این بده، پس منم با فلانی حال نمی کنم دوست تو، پس اونم باید بزنی، با اینکه حالا مثلا این ربطی نداره. بعد وقتی بهشون ثابت میکنی بعد مثلا چند وقت نیا کن این کارو کرده، طرف برمیگرده میگه چی کار کنم دیگه کرده، یعنی قانم نمیشن که اشتباه کم سری بعد اینو قبول کنن. اینجا قانونه نمیشن، نه همینی که میگی اینجا هم هست، فقط میگم من میجنگم. من مثلا اگه همچی حرفی بزنه میگم ببین تیک فور تک نیستش، چون من یه دوست تو میزنم تو یه دوست منو بزنی. تو اگر با مثلا آریا مشکل داشتی، همون روز اول که آریا اومد بعد یه چیزی میگفتی، میگفتی آقا آریا که، من گفتم آقا آریا بای بای آریا، ولی اگه من نگفتم آریا که، تو هم نگفتی آریا که، همه چی خوب بوده، بس سه ماه بعد تو یه نفر میاری من میگم این دوستت، میگی پس آریا که این قبول نیست، آریا رو نمیتونی بزنی، باید باش دیل کنی، چون احمقی حرفتو نزدی. آریای بعدی که اومد تو خونمون، همون ثانیه که تو احساس کردی من بگو گوشیشو میگم خونه میندازم بیرون، اصلا جلوی صورتت، هر کسی تو احساس کنی بعد واسه ما، من جلوی صورتت میندازم بیرون با دلیل و منطق و این حرفا. ولی چون این بده اون بده، نه دعوا که داریم نمی کنیم، ما توی رابطه هستیم، میخوایم اینو بسازیم بریم بالا. تو یکی اووردی که داره امکان داره پاسیبلی رو خراب کنه، هیچ سودی هم واسه ما نداره. بعد چیزی بهش گفتم به انانه کدام میخوای شرط بندی من دوست تو با گفتم مگه نمیگی رفیقته، مگه نمیگی خیلی خوبیم با هم دارین حال میکنیم، من دارم به عزت میکنم، گفتم این همچین دوستی مگه برم بهش پا بهش بدم؟ تو حد میزنی میاد به تو میگه یا به من میده؟ اگه اعتماد به دوستت اینو اکتیویت کن که حالتو بگیرم، عکس واسه فرستم دختر لخ رو تخ بود، میفهمی دوستت نیست. اینو که گفتم دیگه اصلا النا فراموش کرد یارو رو، اینامون مثل هم هست. من هم چی حرفی رو میزنم واسه همین دارم لذت میبرم حرف میزنم، بیشتر دارم گوش میکنم، چون قشنگ این خودم یه جایی میفهمم قشنگ چی داری میگی، میک سنس میکنه با هم دیگه رفت. خب حالا من که کوچیکتر بودم فکر میکنم توهم من به این چیز رو فکر میکنم، فکر میکنم من بی تجربم، اشتباهم، احمقم، پسر لوسم اینجوری. بلکه بودشتم میگم نه، همه حرفا درست بود، الان که دارم روش کار انجام میدم خانومم خوشحاله، یعنی خانومم صبح بلند میشه با لبخند بلند میشه وقتی با من یهو من همون میام بیرون. میگه نمیتونی باور کنی چقدر من خوشحالم که تو شوهرمی. دیشب اینو داشت به من میگفت، مثلا نه یه بار گفته مندم جو میدم، هر هفته شاید دو بار سه بار میگه. میبینی که خوشحاله، وقتی ناراحتم بهش هم ثابت شده دیگه. آره دیگه آقا این بعد ما رو نمیخواد دیگه، خوبه تیمو میخواد که کل خانواده بیاد بالا دیگه. این خیلی خوبه که اینو متوجه میشه، آدمایی هستن اینجا متوجه نمیشن، میگم اکثرا متوجه نمیشن. باید تو فرمون دست توه، اون هی میخواد بکشه بره راه دور بزنه، میخواد خاکی بره. یه دونه چیز بزن، یه چنل خانواده بزن، لایف بذار، دونیت کنن، به خدا جواب میده. ببین یعنی بری پیش یه مشاور انقدر گربت میگه بیشتر میرنه تو رابطه. به جون مامانم، تو الان چیزی که داری به جون مامانم دارم میگم. یکی به مسیج زد دیروز، کاش ازش پیدا کنم بدم بذاریم. زد سهیل ویدیواتو یک ماه پیدا کردم، دیپریشن وحشی دارم، بالای 10 تا دکتر رفتم، هیچ کسی نتونست کمکم کنه،
ویدیوهای تو رو دیدم، آروم شدم، مشکلم حل شد، خواستم ازت تشکر کنم. به جون مادرم 10 تا میگه دکتر رفتم، حالا بگو میگه بگو 3 تا رفته، یکیش هم هنوز ایمپرسیوه. یکی دیگه بهم زنگ زد، نه زنگ زد، از همین که مشاوره داشتیم، تو مشاوره سی مثلا توضیح داد، بعد تو مشاوره بهش جواب دادم و بهش گفتم یه وقتی نری پیش روانپزشکا، چون روانپزشک این مشکل رو تو بهش بگی میخواد 2 سال خوبت کنه، چون میفهمه میتونه مخ تو بزنه، بچه‌ش میخواد بفرسته کلاس تنیس به اسم تو. بعد اینو که بهش گفتم گفت دهنتو سرویس. من پیش روانپزشک بودم، همینایی که تو گفتی یا میگفت گفت، یعنی فکر من گفت این موضوع، گفتم ای نری پیش دکترا، برید پیش دکتر بهت میگه بی، اونم به خاطر این میگه که تو رو میخواد از راه بی برسونه به ای. بعد اینجوری کرد دهنتو سرویس. من 1 سال رفتم پیش روانپزشک، همین به من گفت تو الان داری میگی کاش میمدم پیش تو، چون من اینجا نیستم که از تو ساعتی پول در بیارم و این حرفا. مثلا یکی بهم زنگ زد خدا کی، گفت حالم بده، از خودم بدم میاد، زندگیمو دوست ندارم، فوش خار مادر کشیدم به یارو تو فیستان. مردی که آخه خجالت نمی کشی تو سن 20 نشستی تو کانادا رو مبل خفن داری نتفلیکس میبینی، داری میگی پادشاه های قدیم حاضرن پادشاه نباشن پوزیشن تو باشن. به این فکر کنید دقیقه چقدر خودم هم تو احمق باشه، چقدر میتونه ولی وقتی بشه روانپزشک رو بهت نمیگه چرا ناراحتی. آها بابات اینو بهت گفت، خب تو از بابات ناراحتی. بابا کی از باباش ناراحت نیست، کی از فاکین همسایش ناراحت نیست، کی از دوست دخترش نخورده، همه مشکل زندگی همینه. یاد گرفت به همین او ناراحتی، حق داری ناراحتی، گوه میخوای ناراحتی، فراموشش کن، بهش فکر نکن. چی ناراحتت میکنه؟ رفتیم هفته پیش، 2 هفته پیش پیش دکتر قلب بابام، بعد یارو یه ساعت خیلی جدی پرسید که مثلا میکشو کنه بابام حالش خوبه. بعد بابام یه خورده فکر کرد، اینا گفت من وقتی که خم میشم آقای دکتر قلبم درد میگیره، مثلا اون نفسم میگیره، چشام سیاهی. بعد من تو ذهن خودم خیلی ناراحت شدم، ای وای بابام داره دست میره، بیچاره یه خم نمیتونه بشه اینا. بعد دکتر خیلی راحتش مون کرد، خم میشی که قلب درد میگیره؟ بله. و خم نشو دو سال شندخ پایین قاقو تو که میفهمی مرگ چیه، خم میشی خم نشو. مهران مدیری همچین سکانسی داره. ولی مثلا تو بیمارستان اتفاق افتاد، فیلم مدیری بود. بعد خیلی همش من درسته، مثلا میگه آقا من ناراحتم به دوست سخن فکر میکنم، فکر نکنم به اون پذیره، واقعا فکر نکنم. هر وقت دوست سخن بیاد موزیک بذار شکن جیغ زدن تو یادت بره، میتونی که این کارو بکنی. آهنگ پاپ غمگین گوش میکنن، بعد خودشون حالشون رو بدتر. آره میره آهنگ غمناک میذارن که ناراحتم. آقا اینا یه استادی بود، یه دونه رپ وحشی، اینا شاید بتونی کسی استفاده کنه برای زندگیش، من خودم کردم. اگر آهنگ غمناک گوش بدی دیپرس میشی، اگر آهنگ شاد گوش بدی خوشحال میشی، اگر آهنگ کلاسیکال میوزیک پیانو و ساز و اینا گوش بدی مغزت قوی تر میشه. این ستا استادی خیلی جالب بود. من بچه‌ام که میخوام براشون کلاسیکال پیانو میذارم، با آهنگ کلاسیکال پیانو میخوام، صبح که میخوام برم بیدارشون کنم یه موزیک شاد میذارم، بعد از اینکه 3 دقیقه موزیک داره پخش میکنه میرم میمونمشون بیدار میکنم. الان چه خیلی بیدارشون میکنه، پاشا پاشا صبح شده، پاشا پاشا. ببین هر کی شما رو نشناسه میگه تو دشمن النای، مثلا انگار مسابقه است بینتون، تو داری فقط اون رو دیس میکنی. نه به خودش همیشه میگم، میگم یه سری کارات ازش واقعا احمقانه است، مثلا خب چه از من نتیجه نمیگیری که آقا صبح بلند شو با الکسا اون تو اتاق بگو پتیاره تو اونکی اتاق یه موزیک بذار، موزیک پخش بذار قشنگ، برو بچه‌تو بیدار کن، میدونی سکسی بچه بلند شه تو موزیک خوب نور خوب عشق کنه تو تاریکی، پاشا پاشا پاشا. مثلا انگار مثلا حمله کاری که بابای من با من میکرد همیشه تو بچگی. سوال الان تو سر کار نمیری؟ نه نه من 2004 کار نکردم. کار فیزیکی منظورته دیگه؟ آره. الان یوتیوبی کلا؟ آره آره یوتیوب هم، ولی گفتم واسه یوتیوب واسه پول نیستم، فقط واسه اینکه آدما رو کمک کنم. همون داستانی که تعریف کردم، آقایی که دیروز به رفته تمام زندگیش دیگه تا آخر عمرش باید تقاص پس بده، یه نفر ویدیو رو ببینه میگه آه راست میگه ها، چون پسرا معمولا میدونن دخترشون دیوونه است. چی
نه اینو پرسیدم چون بیشتر تو به رفتار بچه‌ها دارن داری دقت می‌کنی. من چی میگم؟ هر چی میگم مثلا میگه النا اینطوری رفتار کرد ولی من مثلا با فکر شده اینطوری رفتار کردم. این میتونه همون که خونه هستی و اینا و چیزایی که تو زندگی دیدی چه تأثیری تو زندگی خودت داشته داری الان برعکسش واسه بچه‌ها انجام میدی. آره. آره چون مثلا من چیزا رو کوچیک نگاه نمی‌کردم. مثل سریال نگاه می‌کردم. میگفتم مثلا این فکتی که بابای من میاد من از خواب اکشن بیدار می‌کرد به من این احساسو داده که من نمی‌خوام تخمیام بیرون. الان که بزرگ شدم یه کسی نیست اذیتم کنه، دوستان صبح که خواب میشم 3 ساعت تو تخت میشم با تلفن دارم کار انجام میدم. مثلا میتونم بشم رو موب بکنم، میتونم برم غذا بخورم، بعد این کارو بکنم. خیلی جای باحال‌تری تو خونه است که این کار انجام بدم. ولی اگه تو تخت میشینم فقط به خاطر اینکه به قول برام به بابام بگم ای که مثلا من بلندشم بلند نشدم. میفهمید تو گیر میکنه احمقیت. بعد میگم خب من که دیگه نمیتونم خودمو درست کنم. میگه تو بیلتین شده تو. بذار بیلتین بچه‌هامو اینطوری نکنم. من وقتی بیدارشون میکنم با خوشحالی بیدارشون میکنم، با لذت بیدارشون میکنم. اگه بلند میشه میگه بابا دارم میمیرم، میگم اوکی بابا بگی بخواب یه ساعت دیگه میرم مدرسه. النا نه مدرسه دیر میشه فلان. بعد خواب پاشا میگه تو خیلی خوبی مامی، اگه 3 دقیقه داره دیر 3 دقیقه مونده برسی مدرسه پنیک داره میکنه. تو یه را گذشته کلاس داری چیلکس میدی، بعد مثلا چیزی میبینی وای میسی گله رو ببین چه خوشگله پاشا. گفتم که آره پاشا جون، برای اینکه من تو رو میخوام رئیس بار بیارم، مامانت میخواد تو رو کارمند و برده بار بیاره. فرق اینه چون مامانت توی دنیای کارمندی بزرگ شده نمیفهمه که ریاست یعنی چی. نه مدرسه جیجی جناب عالیه، تو داری میدونی اونجا یه سری آدم واسه کار کنن، معلم واسه کار کنه، مدیر واسه کار کنه، همه دارن واسه تو کار میکنن. آره دیگه اینجا برعکس میدن. حالا راجع به بچه گفتیم، اینم مثلا بگم یه دفعه توی مهمونی بودیم، مامان خودش هم بهش غذا میدادم، بعد بهش گفتم که مامان کو 5 تا قاشق دیگه بخور تمومه. مامان گفت نه دو تا دیگه میخورم. گفتم وای خیلی تو سختی. خیلی خب 4 تا بخور تمومه. خب فکر گفت 3 تموم. گفتم قبوله 3 تا تموم. بعد هم یه خانومه اومد، خیلی هم زر زیاد میزنه، اومد گفتش که وا با بچت بحث میذاری، اجازه بدی بحث بکنه، من بچه مثلا آپشن نداره. خب بعد بهش گفتم که بچه من تو آینده ماشینشو دو برابر قیمت میفروشه به بچه تو. ایوال خیلی خوبه، این چیزات واقعا فوق العاده است. ایوال دمت گرم. من باید پلتفرم تو عوض کنیم بیاریم توی ماهواره، بیشتر ببینن این چیزا رو. نه آینده ببین قبول خدا وکیلی به نظر خودم، و اگه اشتباه میگم من نظرت میخوام از هر کسی داره این نگاه میکنه، ولی من نظرم اینه که من چیزی که دارم ارائه میدم شبیهش نیست، به دو دلیل، یکی به خاطر شعور من، یکی به خاطر بیشعوری من. چون اگه لول منم باشه یه آقای نشسته با لباس کچلوار تمیز، نه تیشرت صورتی نمیشه، آدم ها مورانن، نمیدونم سلام دوستان خوب هستین، بنده اقتصادی هستم در خدمتتون از کانادا ونکوور، من درسمو در SFU یکی از بهترین دانشگاه های دنیا تموم کردم و دو تا مدرک دارم. زناب میدونی اینه، یعنی دقیقه یک میخوای تلویزیون رو بکوبی تو صورتش. اگه هم یکی داشتم تصورت میکردم خیلی دارک میشد با کود شلوا و توپول هم میافتی دوش، خیلی با نمک میشد پاپیون هم میزدم خیلی پاپیون چوبی ها بخ. خلاصه آفرین، واسه این پلتفرم من وجود نداره. تو آدم دلغک داری، آدم باهوش هم داری، ولی اصلا میکسشون نداری. خیلی این واسه من جالبه چون باهوشا یاد گرفتن که باهوشی با احترام میاد و احترامو پرزنت میکنن. من اینجوری بودم، وادیونه بامزگی که خیلی باحال‌تر از احترامه. احترامو ببین اصلا ایش اینجوری فکر کن، احترام انقدر آسونه همه بلدن بکنن، بامزگی یک در مثلا 10,000. آفرین. مثلا بازی خیلی سخت داره. مثلا من اینو انتخاب کردم. خیلی سخته. بعد من سانسور ندارم. بعد تو یه جوری میگی که بیشتر میفهمن دیگه. تو چون راحت تر میگی، اون آدمم که تحصیلات مثلا دانشگاهی نره یا توی شرایط دیگه یا بزرگ شده و اینا، حرف تو راحت تر متوجه میشه. این خیلی بهتره. چون همون با همون فوشه ها
چون اطرافیانش هم فوش میدن، اون که با شخصیتی که اصلا اول حرف تو میفهمه چی، یعنی اون کسی که متوجه میشه با شخصیت کاری نه، کسی که متوجه میشه تو 5 دقیقه صحبت کنی تا ته حرفت متوجه میشه. اونی هم که چیز نمیکنه، اصلا تو یه جامعه دیگه بزرگ شده با یه فرهنگ دیگه، اگه داری فوش میدی چون 4 نفر دیگه فوش میدن بغلش، راحت‌تر حرف تو رو میفهمه چون به زبون اون داری صحبت میکنی. خیلی مثلا من امیدوارم این مثلا تو چرا دارم 5 سال دیگه چیز بزرگی شده باشه، یه بیس قوی داشته باشیم واقعا، یه سری آدمو کن، چون من الان آردی صدها نفر رو زندگیشون رو کمک کردم. یعنی یارو میگه مثلا من مسیج دادم که آقا من دوست دخترم بود میخواستم باهاش بمونم ولی چون ویدیو تو رو دیدم باهاش نموندم، یا مثلا با دوست دخترم بریک اپ کرده بودم میخواستم برگردم چون ویدیو تو رو دیدم برنگشتم. خب من خودم برگشتم رابطه 3 سالم شد 7 سال و نیم. اگه یه نفر من یه دوست من نینا کردم یاد گرفته بودم اون زمان، راست میگه یارو من اشتباه پس فکر نمی کنم، اینی که موفقه، اینی که پول داره، اینی که تو خارج زندگی میکنه به همون چیز من رسیده، خب پس حرف اینا رو من قبول میکنم، من اون راهو نرم که برم. درسته، مگه هم چیزی خودم دیده بودم کلی جلوتر بودم تو زندگی. آره دیگه دقیقا. البته هم بهت بگم شاید قبول نمیکردی حرفشو. خب همونو میگم، من ویدیوم 10,000 تا 20,000 تا ویو داره، میگم 100 نفر رو کمک کردم. من الان توی یوتیوب 10 میلیون ویو داشتم، اگه من 10 میلیون ویو داشتم میگم 100 نفر رو کمک کردم، یعنی من تارگتم هست 0.001%. یعنی من اگه 1 در 1000 رو کمک کنم راضیم، چون آره، چون من خودم اون 1 در 1000 بودم. اگه کسی به من میگفت من گوش میدادم، گفتم اوکی این مثلا رفته جلو، منم راه خودم تجربه کردم کار نکرد، راه اونو مثلا جلو میدیدم. واسه همین من فقط دارم میخواد آدم ها به خوبی برسن، راحت باشن تو زندگیشون. یه پسری که سنش مثلا چند 40 سالشه، هر روز میده سر کار، نمیگم مثل سگ پول در میاره، ولی مثلا ساعتی داره چه میدونم 20 تا 40 دلار پول در میاره، تو کابینت سازی کار میکنه، این نباید بیاد توی خونه ناراحت، این نباید بیاد توی زن ناراحت، این نباید بیاد به محیط غیر خوشحال، این باید وارد خونه خوشحال هپی بشه. حالا چی اونو هپی میکنه من نمیدونم، ولی چیزی که اونو هپی میکنه پارتنرش باید بذاره، چون مرد وقتی میره سر کار کار میکنه واسه خانوادهش داره کار میکنه، زن وقتی میره سر کار کار میکنه 90% واسه خودش داره کار میکنه. زن اگر تو جوانیش پولدار بشه احتمالاً شوهر نکنه. میدونی چی میگم؟ واسه همین زن و مرد فرق داره این چیزشون. واسه همین وقتی مرد داره زحمت میکشه، حتی اگه موفق نیست، حتی اگه نمیتونه خونه بخره، حتی اگه ماشین نداره، خیلی آدمی که دور برمون هستن این استایلن، این باید خوشحال باشه. وقتی این بدبخت بیچاره فکر میکنه خوشحال نیست چون ماشین نداره، خوشحال نیست چون خونه نداره، خوشحال نیست چون اینو نداره، اونجا باید داره ببینه که میگم آقا من همه این چونه چون رو داشتم، دو برابر عقل تو هم داشتم. یعنی اگه تو فکر میکنی باید یه دونه ماشین میخریدی، من دو تا ماشین واسه یارو خریدم، یعنی دو برابر بیشورتر بودم منظورم ها. و باز رفت تو چونه من، مطمئن باش تو هم اگه به اینا برسی خوشحال نمیشی، زن از اون برم. ما یه سرایدار داشتیم میرفتیم، یه سرایدار داشتیم 15 سال، روزی که اومد با ما زن و شوهر بودن، روزی که رفت 15 تا بچه داشت. میگم میدیدی خونه خوشحال، همه میخندیدن، شاید فقط نون داشتن بنده خدا بخورن، ولی خونه خوشحال بود. میومدیم بچه ها دارن میدونن بازی میکنن فنان، یارو داره میزاد دیگه، راضیه که داره میزاد، زنم راضیه که داره میزاد، بزرگ میکرد نه یه بار بینید دعوا بکنن قور بزنن. توی اتاقم براشون ساخته بود، بابام تو اون زندگی میکردن تای باغ. بعد من سر اینا این ریختی شدم، چرا؟ چون من تو پولدارا بودم. بعد میدیدم الان این ور باغ مثلا میگم آ 5 میلیون دلار پول نشسته، این وره باغ 3 دلار، بعد این وره باغ خوشحال تره اون وره باغه. نه وا چقدر احمقانه زنن الان باید اینا خیلی خوشحال تر باشن، خیلی بالتر باشن. الان این مشکلش اینه که چرخ ماشینم باد نداره، اون یکی خط افتاده ماشینش، اون یکی میگه آب سقف سرده، اون یکی عینک مولدگاشو نیورده چشش داره اذیت میشه، یکی موزیک صداش خوب نیست، اسپیکرش همه مشکلای تو میدارن، این ور یارو وایساده با یه چوب دارن میزنن روی دونه تبل، بچه‌ها دارن میخندن بازی میکنن، به حالا قایم موشک بریم قایم شیم. گفتم خب پس پول خوشحالی نمیاره، من اینو واقعا دیدم. خب برای من مردم واقعا اینو نمیفهمن، یعنی هر چی هم بهشون میگی میگه
ولی اگه خب پول داشتم میتونستم خوشحال‌تر باشم دیگه. نه نمیتونستی، هر چی هم میگم نمیفهمن. آره خوشحالی ذاتی رو نمیاره واسه تو، خوشحالی لحظه‌ای رو واسه تو میاره. خوشحالی اون خوشحالی که تو میگی باید آرامش روانی رو درک کنه طرف تا بفهمه که با اون قضیه خوشحاله. آره خوشحالی واقعا چیزی که تو باید یاد بگیری. آره دقیقاً، باید لذت ببری از اون چیزی که داری استفاده می‌کنی. دقیقاً این همین فرهنگ چیز دیگه، فرهنگ همین سوشال مدیاست که اینو انداخته الان. الان بیشتر مردم ناراحتن چون اگه داره یه ماشینی می‌بینه مثلا 207 داره سوار میشه، رفیقش اون یکی رو داره، نمیگه اگه نداشتم چی میشد، میگه کاش اونو داشته باشم. با همونی هم که داره راضی نیستش که همچین اتفاقی افتاد. آره من خودم الان هی هم دارم بدتر میشم از این نظر. یعنی مثلا هی دارم نمیدونم چجوری بگم، یعنی مثلا من بچه هم 15 سالگی که بزرگشن احتمال داره با الانا موف کنم توی خونه یه خوابه، یه دونه آپارتمان یه خوابه بخرم یا اجاره کنم برم توی اون زندگی کنم. نمیخوام دیگه 5-6 اتاق خواب داشته باشم، همش دارم کوچیک‌تر میکنم خودمو. دوستم یه ماشین مثلا 10000 دلاری داشته باشم به جای ماشین 3000 دلاری. چرا؟ چون وقتی که اگه میرم پارکش بکنم بخوره به دیوار تو نیست. اگه سوارش میشم بگه چک انجین شوشن نمیگم به میفهمی، فهمیدم خوشحالی دیپ تر اون واسه من. چون من ماشین 10000م خراب شده میتونم برم یکی دیگه بخرم، واسه مهم نیستش. دقیقاً. آفرین. این طرزگی جالبیه. آره. همه آدما میبینم هی میخوام بیشتر و بیشتر شن. من اینجوری رفتم بالا بعد دیدم هیچ خبری نیست این بالا، فعلا خبرون پایینه، ریلکسیشن اون پایینه، حالا من دارم اینوری میرم. آره دیگه اگه مثلا ماشین داری سوار میشی، مثلا چنانم الان این بی ام و چیه آی ایکس اومده چیه 100000 تاست 20000 تاست مثلا اونو سوارشی داری، مثلا میگی من مثلا چنانم اکسنت هم میتونم سوارشم، هیوندای اکسنت، چون داره کار من را میندازه دیگه، وسیله‌مه که من از اینجا برم تا اونجا، دنبال اون یکی چیزا نیست. الان مازاراتی گوشتم واسه فروش میگردی. الان مازاراتی گوشتم واسه فروش، مازاراتی بره میخوام یه دونه ماشین تسلا بگیرم. آه البته خب تسلا هم اوکی. کسایی که دارم میبینم ویدیو رو الان دارن سر، حالا اگه مخاطب ایران باشن سر قیمت 207 و 206 دارن چنج میکنن داداش. یه جوری گفت من راضی شدم داره مازراتی میده که تسلا بخر که مثلا تو خونه بزنه ماشین روشن شه بره سوار شه. من نمیفهم، رفاه مثلا مهمه دیگه، نه مثلا ماشین چریختیه و نمیدونم. آفر مردم کلن برای مردم زندگی میکنن، من این کارو نمیکنم. از بچگی اما من همیشه بیرون ماشینام خط افتاده بود، دنت بود، تصادف در خورده بود توش، بعد توی ماشین که میومدی برق میزد و بعد هر کی میشست بیرون میگفتش دود بیرون ماشین تو میبینی اصلا میگه تو ماشین بعدا مثلا بوتی نوشابه زیر صندلی بشه. گفتم ببین بیرون ماشین واسه مردمه، توی ماشین واسه منه، من فقط تو رو میبینم، تو بیرون دنت میبینی تو انقدر دنت میبینی خسته شی، من دیوونم برم $500 پول بدم دو روز ماشین رو بخوابونم که دنت رو یه اندازه یه دونه پونز رفته تو پوپ بزنه بیاد بیرون که تو بیرون میبینی چشت به تو چشت جر بخوره. ولی توی ماشین خط بیفته فراد چیز نم، اینو صاف کن چون اوسیدی هم اصلا همه چی باید خوب بشه. گفتم الان مثلا ماشین ببرم بیرون بد نشون بدم این ماشین هیوندای رو 5 جاش خورده، بیمه هم بیمه که اینجا میگیری یا آپشن داری $300 پول بدی اگه خراب میشه یا $500 یا $1000. من $300 هم یعنی ارزون ترینه. بعد یه بیمه دیگه دارم این 300 هم میده، یعنی همون روز که ماشین خریدم $1000 هر چقدر دادم که اگه من لازم بود استفاده کنم این 300 هم دیگه من نمیخوام بدم، این اون 300 هم میده. خب یعنی من الان فقط کافی برم مکانیکی بگم هر 5 شنو درست کن، مکانیکی از من 1500 میگیره و من 1500 میدم به اینکه بیمه و 1500 به من کش میده، تموم میشه. بعد تازه اون کسی که ماشینمو درست میکنه آشنامه، میتونم بهش بگم رسید دروغی به هم بده به جای مثلا 1500 بده 2500، 2500 از این یارو میتیغم 1000 هم تازه میره تو جیمم، هنو نمیرم جیبه مثلا. یعنی هرکی این ماشین میگه آقا من بیرون ماشین مثلا مهم نیست، بیرون ماشین مال مردمه، توش تمیز باشه من اون برام مهمه.
شبیه این صوفیا شدی که تو هند زندگی میکنن. آره دیگه، چون میگم واقعا خودم میخوام خوشحال باشم، نمیدونم چرا همه میخوام بقیه خوشحال باشن و من با اینکه بقیه رو خوشحال کنم اصلا مشکلی ندارم. مشکلی که بقیه خوشحال نمیشن. دوباره این حرفم از کجا میاد؟ ما وقتی میرفتی ببین، من تا تو زندگیم شاید بالای 100 تا عروسی رفته باشم، شاید خیلی بیشتر. اینو میگم دوست. چون فهمیدم خیلی آدما عروسی زیاد نمیرن. عروسی هم نرفتم که تو سالن باشه صندلی چیده باشن عروسی. عروسی که رفتم یعنی یارو 6 ماه داشته پلن میکرد و 19 نفر دارن نون میخورن که فقط اینو پلن کنن، حالا کی دیگه توش داره پول میخوره که پلن بشه رو کاری ندارم. یعنی خرجی میرفتید فلان مثلا. از این 100 تا عروسی که ما رفتیم، حالا خودمون تنها بودیم، با دوست صمیمی مامان بودیم، با دوست صمیمی بابا بودیم، با فک و فامیل بودیم، با چند نفر بودیمش، هی عوض و کوچیک و بزرگ شده. ولی هر دفعه که از ما عروسی اومدیم بیرون، چرا عروسی رو مثال میزنم، عروسی مثل چیز بچه دار شدن میمونه. یکی از خوشحال ترین مومنت های دنیاست، یکی از خوشحال ترین لحظه های دنیاست واسه یه انسان. پس مگه رفتم رفیق فابریکم دوست دختر پیدا کرده و میخوام با هم باشن تا آخر عمر، میخوام بچه بیارن تو این دنیا، همش قشنگ 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 قشنگ. بعد یه جا رفتیم که مثلا دختره لباسی پوشیده که معمولا نمیپوشن، فیلمی، پسره فلان فیلمی، فیلم بردار هست، عکس بردار هست، فیلمی، در و دیوار رو گل زدن فیلمی، نمیدونم بهترین غذاها رو میزه فیلمی. باز هر کی اومد بیرون قرض زد، یکی گفت گرمه، یکی گفت سرده، یکی گفت موزیک زیاده، یکی گفت موزیک، یکی گفت موزیک غذاش کمه، غذاش بده، غذاش سرده، غذاش شلوغه، بشقابش کثیف بود، چنگال نبود. یعنی فقط دیدم آدما دنبال داستانه. گفتم خب پس آدما که آدما واسه خوشحال نمیشن، چون اگه تو عروسی که یارو 100 دلار خرج کرده واسه مهمونی که با من با 205 دلار جمعش میکنم، یارو 100,000 دلار خرج کرده و هنو مردم راضین، چجوری دیگه تو میتونی مردم راضی کنی؟ چیکار باید بکنی که مردم راضی کنی؟ یه جمله بود دیگه، میگفت اونی که میشناستت از کاری که داری میکنی ایراد نمیگیرد، اونم که نمیشناستت پس مهم نیست دیگه. تموم شد. من اونو زندگی میکنم. میگم تو یا منو میدونی یا نمیدونی. دلیلی که من انقدر فالوور کم دارم همینه. منو سخت آدمو با هم آشنا میشن. یه دونه ویدیو بود اسمش نمیدونم، ایسان، آیسان نمیدونم اسمش رو درست میگم. آیسان اسلامی یه ویدیو گذاشته بود راجع به کیف فولش، منم یه دونه ویدیو گذاشتم برای جوابش. بعد یکی اومده زیر ویدیو زده از تو هم پولدارتره، هم خوشتیپتره، هم خوشهکلتره، هم فلانتره، هم فلانتره، هم معروفتره، هم دوست داشتنیتره، تو یه چاغال نمیخوای زر بزنی. من میدونی جواب چی بهش دادم؟ گفتم من جوانترم هست. یاد رفتم یه چیزشو. یعنی مردم عقده ای هم، این یارو پوینت منو نگرفته، این یارو چی چی اسلامی هم که اصلا چیست، اون یارو اصلا نمیدونه کیه، یارو نشسته تو بوشهر مثلا یه دیده بهش برخورده، اومده شروع کرده فولان ریدن به من، شبم خوب خوابیده، فکر میکنه کار مثلا دنیا رو برده جلو. بعد من کسی هم که دارم سعی میکنم به مردم رفاه یاد بدم، ریلکسیشن یاد بدم، سعی میکنم جیبشون رو نزنم. یه ویدیو درست کردم راجع به تریدینگ و اینا با یه تریدر. بعد اول ویدیو، اول جمله‌ای که میگم، همین آدم میره به پوریا میگه بیا با هم ویدیو بگیریم، پوریا میگه نه چون تیمم گفتن بده مثلا ما راجع به کریپتو اینا حرف بزنیم. و من همین ویدیو رو گرفتم، جمله اولم اینه که آقا هر کسی که ترید میکنه هیچ آدم عاقلی نمیتونه ترید کنه از پول در بیاره، 0.3% آدم میتونه از ترید پول در بیارن. اگه فکر کنی انقدر خاصی برو یه کار دیگه بکن، برو پروگرام بنویس انقدر خاصی. آفرین، آره آفرین. میدونی من کارم اینه که میام دارم سعی میکنم آقا یه چیزی به مردم واقعیت رو توضیح بدم و اینا. خیلی راحته الان مگه من گاف که نیستم، میخوام بدین من چقدر پول دارم، خونه یک، خونه دو، خونه سه، خونه چهار، یه آهنگم میذارم هی همینطوری میکنم خونه ها عوض میشن، بعد تو آشپزخونه خونه ها اینطوری میکنم، بعد تو وان همون وقت آب ریختم اینطوری میکنم، بعد با مازاریتی هم میرم. کی اون پکیج رو نمیخره؟ آفرین.
نه ببین میره چیه، تو سخت مخاطب میگیری، خب یعنی شاید سخت مخاطب بگیری ولی مخاطبات بهت وفادار. قبول دارم، قبول دارم، میره چی میگم، یعنی من خودم با اینکه برنامه میزازم مخاطب تو هم، من الان تو این برنامه داریم کام کنیم ولی تو برنامه میسازی من میشم نگاه میکنم، چون میگم آقا این داره درست میگه، هم تجربه شو داره، هم دیده، هم نمیخواد پوزشو بده، مگه داره به من چیزی میفروشه، داره حرف میزنه، وقتی ضرر نداره میتونم دو سه بار تست کنم، اگه ضرر داشت بعد دیگه نمیبینمش، اصلا سابسکرایب نمیکنم، ولی دارم وقتی میبینم درست داره میگه، یه بار دو بار سه بار، پس این آدم میتونه آدمی باشه که نصیحتی که اگه داره میکنه یا داره حرفی میزنه حرف درستیه دیگه. من همیشون کردم گفتم و من خیلی دوستت دارم، اینم بهت بگم، من خود وکیلی الان نمیخوام دروغی بگم ولی الان واقعا موهای بدنم میتونم نشون بدم، حتی دروغ ما بگیره، موهای بدنم الان سیخ شده، چون واقعا عاشق لغتش فنه، ببخشید دیگه، عاشق طرفدارامم، عاشق فنامم، وقتی بیرون بچه‌ها رو میبینم نمیدونم باید از ذوق چیکار کنم، مثلا خیلی جدی سلام میکنم، سلام خوبی مرسی مثلا ممنون، ولی دلم میخواد بغلش کنم میگم مرسی، برم یه گوشه بشم باش دوبی بزنم، ولی میدونم نمیدونم آدما چه ریختی ان، مثلا نمیتونم، چون اونا منو میشناسن، من اونا رو نمیشناسم، میفهمی چی میگم؟ آفرین. نمیخوام مثلا اون اگه مثلا یه گل در بیاره بگه سوهل گل میزنی، میگم آره شور بیبی بریم گل بزنیم، گل اصلا میگم تو نمیخواد در بیاری، بیا من گل دارم آماده، تا یکی بهم گفت، گفت بیا من یه گل دارم بریم، گفتم نه میریم گل میزنیم، ولی گل منو میزنی، اگه میری با سنوب داگ گل بزنی دلت نمیخواد گل سنوب ها بشکشی تا تو گل بدی به سنوب، بودم یه گل، بودم یه گل منو بزنی. در صورت آقا دمت گرم، خیلی ممنون که گفتی این کارو بکنیم و من دوست دارم همیشه با آدم های باحال صحبت کنم. فدات شم، خودت خیلی آدم خفنی هستی، من واقعا دوست داشتم همچین برنامه‌ای داشته باشیم، من که مرسی ازت. دمت گرم دیگه، اگر چیزی نباشه فکر می‌کنم همینجا تمامش کنیم. برابکس لوف یو. آره تمامش کنیم. جکس. برای بچه‌ها فعلا خدافظ. بابا. بابا.